مؤسسه پیروان وحی الهی تقدیم می‌کند. ما هر چقدر توی این راه باشیم، تا زمانی که نتونیم درک کنیم که با چی سر و کار داریم، هیچ موقع ارزش اون کار به دست ما نمیاد. یعنی شما اگه 20 سال هم تو کلاس قرآن باشی، 30 سال این قرآنی که وسطه هیچی ازش نفهمی، هیچ موضوعی از این فضای قرآن شما حس نکنید، شما هیچ موقع نمیتونید تو این راه پایدار باشید. پس واجبتر از هر چیزی برای یک نفری که اسم خودش رو میذاره من قرآن پژوهم، من حافظ قرآنم، من قاری قرآنم، چیه؟ اول بدونه با چی سر و کار داره. این سر و کار داشتن با این کلام، کلامیه که باید اول درکش بتونی بکنی. و بخش دومی که ما حافظا بیشتر استفاده میکنیم، میگیم چون این آیات رو حافظ میشیم، زیاد باهاش سر و کار میکنیم، هر روز قرآن کار میکنیم، گوش میکنیم، انشالله یه روزی روزگار این قرآنی که هر روز باهاش سر کله داریم میزنیم، یه دفعه گوش زد بشه به ما، به گوش ما، به فکر ما، به وجود ما، با اسمش ما هدایت بشیم. یعنی آیه قرآن، خود قرآن اعتقاد ماست دیگه. یعنی ما، یعنی شیعیان روایتی داره که میفرماید روز قیامت، اینو پیامبر اکرم فکر میکنم حدیث رو گفته، دقیق یادم نیست از پیامبر هست ولی از پیامبر من یادمه، یه روز قیامت قرآن به شکل یک انسان میشه، به شکل یک مرد زیبایی میشه، هر کی میبینش میگه چقدر آشناه، هر کی میبینه میگه چقدر آشناه، بعضی هم که میشناسنش، بعضی هم نمیشناسنش اصلا، ولی آشنا بودنش هم میگن چقدر این آشناه، خیلی معنا مقام بالایی داره این آدم. بعد که روایت داره که میره دم عرش خدا و میگه بعضی منو مظلوم کردن، غریب کردن، بعضی هم نه غریب نکردن، اینا شفاعت میکنه برای بعضی هم. سوال، چی شفاعت ما رو میکنه؟ قرآن دیگه. بعد توی یه طرف هم میخونیم که اهل بیت هم اهل شفاعت هم. فقط به دو قش اهل شفاعت اجازه دادن. مثلا پیروه که مثلا طرف میره شهید میشه، به پیروه امام حسین میره شهید میشه، مقام پیدا کنه که میتونه دیگران رو شفاعت کنه، ولی به واسطه کی؟ امام حسین. اونایی هم که قرآنی هستن میگن شفاعت میکنن، به واسطه قرآن که بهش اجازه میده میتونن برن شفاعت کنن، ولی سرمنشه کسی که اجازه شفاعت میده قرآن اهل بیته. همونجوری که امام حسین زنده میبینیم، قرآن هم باید زنده ببینیم. چقدر این قرآن تو زندگی شما تأثیر داره، چقدر باهاش رفیقید. حالا شده قرآن از این در میاد که این رفیق منه؟ این قرآن فقط این نیستش که نوشته باشه که آیه قرآن بخونیم بگیم به به چه 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 خوبیه، چه بده، چه روایتی گفته، چه داستان. آیه شده رفیقت باشه؟ این موجودی که روز قیامت شفاعت میتونه بکنه، حالا ظاهر این دنیا ظاهراً تبدیل شده به یک کلام، ولی این کلام جان داره و هدایت میکنه و شفاعت هم میتونه بکنه. پس این موجود از من و شما زنده تره. این زنده تر بودن این قرآن خیلی باید توجه کنیم. چرا ما داریم حافظ قرآن میشیم؟ اسمش روشه، حافظ قرآن داریم میشیم، نگه دارنده قرآن داریم میشیم. قرآن که نیاز به نگهداری نداره، به ما داره افتخار اینو میده، این توفیق رو میده که بتونیم حفظش کنیم. یعنی از سوی قرآن به ما توفیق داره میده. اگر ما کسی نیستیم که بخوایم قرآن رو حافظ باشیم، وای به حال اون روزی که قرآن بخواد حافظش ما باشیم. ولی قرآن از در رحمت، از در برکت چیکار داره میکنه؟ با ما برخورد میکنه و آیاتشو داره به ما اجازه میده تو سینمون قرار بگیره. ولو یک آیه، ولو یک کلمه از قرآن، هر یه دونه کلمهشو توفیق داریم پیدا میکنیم با قرآن بشینیم، هم نشین باشیم. و اگر نگاهمون به قرآن اینجوری باشه، آدم هدف داره تو زندگیش، هدف داره که من میخوام تو را قرآن حافظ قرآن بشم،
هی با قرآن سرکله زن بعد تبدیل به عامل قرآن بشن. روز قیامت میای میگن که شما الان چی کار کردی؟ میگی چی خوردم، خوابیدم، زندگیام کردم، همین. میگه خب این که شما زندگی حیوانی، چه چیزی از در رحمت خدا داشتی که باهاش زندگی کردی که زندگیت ارزش داشت؟ که مثلا 50 سال زندگی کردی، 50 سال ارزش داشت این زندگی. 60 سال زندگی کردی، 60 سال ارزش داشت. اینجاست بعد بریم سراغ خداوند دیگه، ببینیم این زندگی ما که مثل زندگی حیوانات هم اینجوریه دیگه، به دنیا میان، غذا میخورن، روزو میچرخن، شب میشه دوباره میخوابن صبح تا یه روزی از دنیا برن. ما مثل حیوانات به دنیا آمدیم، غذا میخوریم، ولی فرقمون با حیوانات چیه؟ اینی که ما راهمون رو از بیراه میخوایم تشخیص بدیم تا به خداوند برسیم. ولی حیوان اینجوری نیست، دنبال راه خدا نیستش که مثلا به یه دونه گوسفندی ببینیم، یه گرگی ببینیم، یه ماهی ببینیم، بگیم خب در راه خدا چجوری میری؟ اونم میگه من میروم اینجوری راه معرفت به خدا رو کسب کنم. ماهی که اصلا حرف نمیزنه، گوسفند که حرف نمیزنه. درسته نشانه از نشانه های خدا هستن که راهشون رو میدونن، ولی قرآن رو ما برای هدایت خودمون میخواییم. قرآن برای هدایت بشر داده شده، و اگر این نبود خدا میدانست ما از کدوم ناکجا آبا سر در می آوردیم. این در رحمت خداوند بود که یک وسیله به اسم قرآن تو راه ما قرار بده.